جناب جهانی. سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه ما. در اول اگر بگوین که صدای امریکا در طول 35 سال گذشته چه نقش مهمی را در بین مردم افغانستان داشته و دیدگاه مردم افغانستان در برابر این رسانه چگونه است؟ کسبی که شما اولا سلام به شما و به تمام شنوندگان صدای امریکا. کسبی که شما در گفتای اول خود اشاره نمودید که صدای امریکا نشرات خود را در وقت شروع نمودن که افغانستان زیر تعرض قوای شوروی بود و در افغانستان خبرهای را که مردم مثلا می گرفتن از رادیو کابل می گرفتن و تمام خبرهای را که می گرفتن قسم تبلیغات و پروپاگان بود، یگانه منبع اطلاع مردم افغانستان در وقت صدای امریکا و بی بی سی بود. ما خودم در افغانستان بودم در سالهایی که رادیو صدای امریکا شروع به نشرات نمودن، یعنی مردم به حساب زیر لیاف رادیو را میشنیدند و یعنی بسیار کسای کم پیدا میشدند که رادیو در خانه داشتن و صدای امریکا را نمیشنیدن. و علتی که چرا مردم زیادتر به صدای امریکا روی می آوردن مسئله دقیق بودن و با وقت بودن و خبرها، و ضمناً کسایی که در رادیو دو وقتا کار میکردن و حالا با شما اینجا نیستن، مردم بسیار لایق بودن خبرهای با وقت مردم میرسندن. بله، به صورت عموم در طول این مدت صدای امریکا بر ذهنیت مردم عام افغانستان چه تأثیر مثبتی بر جا گذاشته؟ تأثیر مثبت مثل که در پیشتر چه کردیم اشاره نمودیم، مردم از واقعیت ها آگاه ساختن، مردم سری امی رادیو اعتماد دارن و نمی خودشک تأثیری چه است؟ تأثیری مثبت است که مردم سری یک رادیو یک رسانه اعتماد پیدا کنند. در فضای رسانه های افغانستان که یک فضای رقابتی هم می باشه، صدای امریکا به نظر شما چه برتری دارد؟ چه یک خصوصیت خاص خود را دارد نسبت به دیگر رسانه ها؟ فعلا هم می برنامه های تلویزیونی رادیو صدای آشنا که از رای تلویزیونی ملی افغانستان پخش میشن، باور کنین کلی مردم امی برنامه را چه میکنن، تعقیب میکنن و پروگرامایش استفاده میکنن و سری پروگرامایشان چه دارن اعتماد دارن. شما میفهم که با گرفتن وظیفه وزارت فعل مصروفیت شما زیاد شده، ولی باز هم آیا هنوز هم از برنامه های صدای امریکا را میشنوید؟ بله، ما خودم از همین خاطر ما گفتم ما خودم برنامه های صدای امریکا را حالم تعقیب میکنم و برنامه های تلویزیونی شما را که از رای تلویزیون ملی افغانستان پخش میشه تا حالیم ما تعقیب میکنم. تشکر از شما، به خصوصیتتون را در بخش پشتو حتما دنبال میکنیم. ممنون شما جناب وزیر. تشکر.